رومیان فصل نهم. آن چی میگویم حقیقت است. من به مسیح تعلق دارم و دروغ نمیگویم. وجدان من که از روح القدس روشن شده به من اطمینان میدهد که دروغ نمیگویم، که در دل خود بار غم سنگینی و دلتنگی بی پایان دارم. آرزو میکردم اگر ممکن میشد به خاطر برادران خود، یعنی قوم یهود که خیشاوندان من هستند، خدا زده و از مسیح جدا شوم. آنها اسرائیلی هستند. مقام فرزند خواندگی، شراکت در جلال خدا، پیمانها، شریعت، مراسم عبادت و وعده ها به ایشان داده شده است. اجداد قوم به ایشان تعلق دارند و مسیح هم از لحاظ اصل و نسب از نژاد آنهاست. او ما فوق همه و تا ابد خدای متبارک است. آمین. مقصد این نیست که کلام خدا تمام نشده است، زیرا از نسل یعقوب بودن دلیل نمی شود که همه اسرائیلی حقیقی باشند، و از نژاد ابراهیم بودن باعث نمی شود که همه فرزندان او شمرده شوند، زیرا خدا به ابراهیم فرمود: فرزندان اسحاق فرزندان تو شمرده خواهند شد. یعنی همه کسانی که به طور طبیعی به دنیا می آیند فرزندان خدا شمرده نمی شوند، بلکه فقط آنانی که مطابق وعده خدا به دنیا می آیند فرزندان او شمرده می شوند. وعده ای که خدا داد چنین بوده: در وقت معین من بر می گردم و ساره صاحب پسر خواهد بود. نه تنها این، بلکه رفقه از یک نفر، یعنی از جد ما اسحاق حامله شد، و پیش از تولد بچه های دوگانه او و پیش از این که این دو نفر عمل نیک یا بد انجام دهند به رفقه گفته شد: برادر بزرگ خادم برادر کوچک خواهد بود. تا این که مقصد خدا در انتخاب یکی از این دو نفر ثابت بماند و این انتخاب مشروط به دعوت او باشد، نه به اعمال انسان، چنان که نوشته شده است: یعقوب را دوست داشتم اما از عیسو نفرت داشتم. پس چی بگوییم؟ بگوییم که خدا بی انصاف است؟ هرگز، زیرا خدا به موسی می فرماید: به هر کی بخواهم رحم کنم رحم خواهم کرد، و به هر کی بخواهم دلسوزی نمایم دلسوزی خواهم نمود. بنابراین به خواسته ها و کوشش های انسان بستگی ندارد، بلکه بسته به خداییست که رحمت می نماید. کلام خدا به فرعون می فرماید: به همین منظور تو را برانگیختم تا به وسیله تو قدرت خود را نشان دهم و اسم من در سراسر جهان انتشار یابد. بنابراین به هر که بخواهد رحمت می نماید و هر که را بخواهد سرسخت می سازد. یکی از شما به من خواهد گفت: پس دیگر چرا خدا ما را ملامت می سازد؟ زیرا کیست که بتواند با اراده او مقاومت کند؟ ای آدم، تو کیستی که به خدا جواب می دهی؟ آیا کوزه از کوزگر می پرسد چرا مرا به این شکل ساختی؟ مگر کوزگر حق ندارد که از یک مشت گل یک ظرف برای مصرف عالی و ظرف دیگر برای مصرف معمولی بسازد؟ چی می شود اگر خدا بخواهد با صبر زیاد متحمل کسانی شود که مورد خشم او بوده و سزاوار هلاکت می باشند، و به این وسیله هم غضب خود را نمایان سازد و هم قدرت خود را مکشوف گرداند؟ و چی می شود اگر خدا بخواهد بزرگی جلال خود را به کسانی که مورد رحمت او هستند و قبلا آنها را برای جلال آماده کرده بود ظاهر سازد، حتی به ما، یعنی کسانی را که او نه تنها از میان قوم یهود بلکه از میان ملت‌های غیر یهود نیز خواسته است؟
چنان که او در کتاب هوشع پیغمبر می فرماید: مردمان را که متعلق به من نبودند قوم خود خواهم نامید و ملت را که مورد لطف من نبود محبوب خود خواهم خواند. و درست در همان جایی که به ایشان گفته شد: شما قوم من نیستید، آنها پسران خدای زنده خوانده خواهند شد. و اشیا نیز درباره اسرائیل چنین میگوید: حتی اگر قوم اسرائیل به تعداد ریگای کنار دریا باشند، فقط عده کمی از ایشان نجات خواهند یافت. زیرا خداوند به طور کامل و با سرعت به حساب تمام عالم خواهد رسید، و چنان که اشیای پیغمبر قبلا گفته بود: اگر خداوند قادر مطلق فرزندان برای ما باقی نمی گذاشت، ما مانند شهر صدوم شده و شبیه شهر غموره می گشتیم. پس چی بگوییم؟ باید بگوییم که ملت‌های غیر یهود که برای به دست آوردن عدالت کوشش نکردند، از راه ایمان آن را به دست آوردند. حال آن که قوم اسرائیل که پیوسته جویای شریعتی بودند تا به وسیله آن عادل شمرده شوند، آن را نیافتند. چرا؟ به علت این که کوشش‌های ایشان از روی ایمان نبود، بلکه در اثر اعمال خودشان بود. به این ترتیب آنها از همان سنگ لغزش خوردند که کلام خدا به آن اشاره می کند: ببین در صهیون سنگ قرار می دهم که موجب لغزش مردم خواهد شد، صخره‌ای که از روی آن خواهند افتاد، ولی هر کس به او ایمان آورد خجل نخواهد شد.